سخنگوی رژیم گفت که 99% پرتاب ها به سمت در واقع رژیم صهیونیستی رهگیری شد. خب این که از اول مشخص بود وقتی ما یه همچین عملیاتی بکنیم که مهمه، حالا اگه خواستید راجع به مهم بودنش توضیح خواهم داد چرا اصلا این عملیات اینقدر مهمه به غیر از مسئله بازدارندگی و تقابل ایران اسرائیل و اینها، خب مشخص بود که اینا بخورن کنترل میکنن، بیشتری میزان سانسور وجود داره. مثل ایران نیست که هر کی دوربین دستش گرفت، یه موبایل دستش گرفت، هر جا فرستاد رفت تموم، نه از این خبرها نیست. اولا محیط خیلی کوچولتره، به اندازه یه استان متوسط و بزرگ شماست، نه اینجوری نیست که فکر کنید که یه سرزمین فراخیه، حالا مثلا جمعیت کمی داره. بله جمعیتش هم خیلی کمه، خیلی کمه، 5-6 میلیون یهودی و یه سری فلسطینیایی که اصلا سرزمین مال اونها بوده اونجان، و شما فکر کنید حالا کنترل شدید میکنه. همین ویدیوهایی هم که از فلسطینی ها آمد، از شهرهای مجاور از فاصله آمد، به سختیه، این سادگی نیست. خب حالا معلوم بود که این میاد همچین ادعایی میکنه و یکی نیست ازش بپرسه که مثلا بنده خدا شما موشکای فلسطینی که همه میدونن مثلا 700-800 دلار تا 1000 دلار مثل چهارشنبه سوری از اینا درست میکنه که موشک رادارشو اشباع کنه، پر کنه، مثلا 70 تا از اینا میزنه که 10 تا موشک 5000 دلاریش، نه بیشتر، 5000 دلار اونا بخوره. خب شما اونا رو به قول خودتون اعلام میکنید، ما که قبول نداریم، ولی خودتون میگی اونا رو 70-80 درصدشو 90 درصدشو جلوشو گرفتم. بعد موشک بالستیک که بسیار بسیار سخت داره، معلومه که نه همچین چیزی نیست. اما این که رهگیری شده، من گفتم عملیات فریب رفتیم، یعنی اشباع کنیم با با پهپادهامون و همینطور با برخی از موشکای دیگه کروزمون که در سطح میره. و جالبیش اینه حتی کروزهای ما از سیستم های اینو گذاشتن. ببین من راجع به اهمیتش اینو بهتون بگم، به غیر از مسئله بازدارندگی، هیمنه اسرائیل رو شکون، این چیزیه که دیگه ضد انقلاب هم اون ساعت اول نتونست پنهان کنه تو همین شبکه های ماهوارش، نتونست، هیمنه اسرائیل شکست. اما یه چیز خیلی مهمتر که حالا وجود داره اینه که شما لبه تکنولوژی دنیا، آمریکا بوده، انگلیس بوده، فرانسه بوده، اردن هم کمک کرده در کنار اینا، حالا که باز تجهیزات آمریکایی، همه چیز آمریکایی و اروپایی و اینهاست، خود اسرائیل هم بوده، یعنی شما از کشورهای منطقه هم راداراشون هست، اصلا لبه تکنولوژی دنیا در رادار و پدافند بوده. شما اینو بعد رد کنی تازه میرسی اسرائیل. اسرائیل یه گنبد آهنین داره، تو ایران خیلی اشتباه میکنن، گنبد آهنین مال راکت های کوتاه برد تا فاصله 70 کیلومتره، بیشتر برای فلسطین و حزب الله، بالاترش فلاخون داووده که این برای بالستیک میان برد و یه سری کروز هاست. دو تا سیستم پیکان های دو و سه، اینا برای بالستیک های دور برد و اینا، یعنی چهار تا سیستم اینا انتگریت شده است، یک پارچه سازیه. یعنی چی؟ یعنی اگه این کم بیاره مثلا گنبد آهنین، فلاخون یه جایی میتونه بیاد کمکش کنه. شما باید از اینم رد کنی، یعنی از هر چی پدافند وجود داره تو منطقه تو باید رد کنی. خب حالا هدفت چیه؟ کجا رو میخوای بزنی؟ میخوام دو تا پایگاه، چند تاست ولی دو تا پایگاه اصلی، یکی تو شمال یکی تو جنوب، مخصوصا این پایگاه نواتیمو بزنم. چرا نواتیم؟ مگه چه اهمیتی داره؟ یک، از همینجا F-35 بلند شده اومده موشک رو پرت کرده به کنسولگری، پایگاه هواییه، پایگاه هواییه. دو، مهمترین پایگاه هوایی این هاست، بردنش تو دله مثل راکتور اتمی دیمونا و مرکز اتمی که بردنش توی صحرای نگف، بردنش تو صحرا بی جای خیلی محافظت شده، این پایگاه رو هم، پایگاه هوایی رو بردن تو صحرای نگب یا نقیب به قول رفقا، یا نقیب به بردن اوجا، یه جایی که قابل دسترسی نباشه، این برای اینکه ملموس بشه. این فیلم H3 رو همه دیدن، عملیات H3 رو همه دیدن که ما دوره جنگ چجوری رفتیم تا اونور عراق بتونیم رزروای هواپیمای رزرو بشه، مثل اون 100 برابر بدتر، بیشتری میزان محافظت ازش وجود داره. چرا؟ یک،
اونجا مرکز عملیات F-35 شه، یعنی اسکادرانه عملیاتی F-35ش همه اونجاست، F-35 رو اونجا دپو کرده. دو، هواپیمای ترابری بزرگ هرکولس اونجاست، اونجا مرکز آموزش خلبانه F-35 هم هست. انقدر امنه که مرکز یکی از پایگاه‌های اصلی تجمیع جاسوساش هم همونجاست، انقدر امنه. خیلی ما میخواستیم بگیم دست نیافتنی ترین هدف تو میزنیم، اتفاقا همونجا فیلم برداری شده که حالا اشعارهای مجاورم نشون میدن. 7 راکت خودش هم اذعان کردن، یعنی سخنگو ارتش اسرائیل هم آمد اذعان کرد دیگه رسما، اولش گفت 2 تا 7 خورده، ولی منابع دیگر خودشون هم دارن میگن تا 13 خورده. خب آسیب دیده، با اینکه سعی میکنه کنترل خسارت کنه بگه نه کمتر آسیب دیده، آسیب دیده. از یعنی شما بهترین پدافند دنیا رو گذاشتی برای اینکه از این محافظت کنی. F-35 ببین، F-35 سه تایپ A B C داره. A و Bش رو باند بلند میشه، برای نیرو هوایی آمریکا از اول ساخته شد، 96 تا 99 میلیون دلاره. تایپ C‌ش که برای مرین و نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا ساخته شده، چون از اون ناو بعد بلند شه عمود پروازه، 120 میلیون دلار پولشه. در طول خدمت 20 سالش با هزینه های نگهداری و اینا 3 برابر هزینه نگهداری و بمب و این چیزا داره. خب بسیار بسیار گرون قیمته و چیزی هم نیست که آمریکا به دست هر کسی بده. میذاریش تو بهترین گنجینت، رفتیم بزنیم که بگیم اولا همونی که همونجا که بلند شدی زدیم، از همون جایی که بلند کنسولگری ما رو زدند، همون هواپیما از همون فرودگاه بلند شده، اومدیم بگیم اولا اینجا رو زدیم، دوما امن‌ترین جا تو زدیم، در خیلی قابل دسترس هستی. وقتی اینجا رو زدیم هر جای دیگه یا بخوایم میتونیم بزنیم. خب اونم میدونه، فکر میکنید نمیدونه؟ همه همتش رو گذاشته که ما دست اون نرسه. پس تو نیاز داری عملیات فریب طراحی کنی، پهپاد بفرست، اشبا کن، موشکای دیگه بفرست تا اصلی ها، حتی موشکای بارشی ما، بالستیکایی که از بالا سرش باز میشه، به جای که یک سر جنگی بخوره زمین سرباز میشه، چندین موشک کوچکتر میریزه. تو یکی دو تا از فیلم ها هست سیستم ضد بالستیک پیکان شلیک میکنه، این سر باز میشه، چندی موشک ازش در میاد و فریب میده، این رو به خودش مشغول میکنه، چون یه دفعه حالا شما با چندین هدف متعدد روبرو هستی. اون سرت جنگی های اصلی تکیمون با سرعت میزنه میخوره به هدف، چون اونا قدرت انفجاری بالایی داره. یعنی حتی با موشک‌های بالستیکمون هم سعی کردیم انواع سیستم‌هاشون رو درگیر کنیم تا اون هدفایی رو که می‌خوایم بزنیم و زدیم. خیلی نکته مهمی، بعضی الان دارن تو بحث خطه رسانه‌ای دارن این اشاره می‌کنن که خب ما این همه موشک فرستادیم، تعداد زیادیش رو در واقع پاسخ دادن. این نکته که شما فرمودید، حتی با برخی از موشک‌های کروز و بالستیک سامانه فریب داده شده، سامانه چند لایه است تا اون اهداف اصلی داده بشه.